برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم توماج تاهباز از تایوان. توماج لطفا خودت بیشتر برای ما توضیح بده. همونطور که خودت هم گفتی طناز، به نظر میرسه که آقای لای چینگده بدون رقابت، در واقع بدون رقابت، با رقابت در حال پیروزی هست در برابر رقیب اصلی خودش، یعنی آقای هویوی از حزب کومینتانگ یا ملی گرایان. این پیروزی در صورتی که به همین شکل حفظ بشه، یعنی رقم 6% 7% فاصله ای که آقای لای چینگده داره با آقای هو حفظ بشه، یک پیروزی بسیار نمادین برای حزب دموکراتیک پیشرو خواهد بود و یک به اصطلاح یک علامت بسیار نمادین برای جمهوری خلق چین. همونطور که میدونیم در طول ساعت‌های گذشته و روزهای گذشته جمهوری خلق چین تهدیدها و هشدارهایی داده بود در مورد انتخاب یا پیروزی اعضای حزب دموکراتیک پیشرو و مشخصا آقای لای چینگده نامزد اون. میدونیم که این حزب و رئیس جمهوری فعلی اون، یعنی خانم سای اینگون، شدیداً مورد غضب جمهوری خلق چین هستن که اونها رو استقلال طلب مینونه یا به اصطلاح مشکل ساز توصیف میکنه. البته چه آقای لای چه تمام نامزدها گفتن از اولویت‌های سیاست خارجی اونها در نهایت کاهش تنش‌ها بین دو سوی آبراه تایوان خواهد بود. تقریبا همه احزاب و همه نامزدهای اصلی، چه آقای لای چینگده چه ما بقیه نامزدها، در واقع این که بخوان استقلال، بخوان استقلال طلبی بکنن، خودشون رو فاصله گرفتن. ولی باز هم بگم این یک پیروزی نمادین، به خصوص یک به اصطلاح یک علامت نمادین برای جمهوری خلق چین خواهد بود در صورتی آقای لای پیروز بشه. ممنونم از توضیحاتت توماج تاهباز، خبرنگار ایران اینترنشنال از تایوان.